با مجله خبری نوی شب کابل از افغانستان انترنشنال خوش آمده. تازه ترین خبرها و تحلیل ها را در این ساعت با من صدف امیری در واشنگتن و همکارم سمیرا رسا در لندن دنبال کنید. سرخط خبرها. بسیار پیشرفت هایی داشتیم، هم با طالبا هم در بین حقوق خود مقاومتگرا. گفتگوی شورای مقاومت با طالبان، الماس زاهد از پیشرفت ها در مذاکرات خبر داد. شروع کردن یه لگ لیرد شور خوز تقریبا غصر از انتظامات سیت کیگی. جرگه بزرگ پشتون ها در خیبر پختونخوا، برنامه روز اول جرگه به تعویق افتاد. دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه، پوتین و پزشکیان در اشقابات درباره همکاری میان دو کشور گفتگو کردند. در پی حمله اسرائیل به مقر نیروهای حافظ صلح در لبنان، ایتالیا و فرانسه سفرهای اسرائیل را فرا خواندند. وزیر دفاع ایتالیا درباره ادامه این حمله ها هشدار داد. خیلی خوش آمدین. با مهمترین خبر امروز آغاز میکنیم سمیرا، این که رئیس کمیته صلح شورای عالی مقاومت از پیشرفت ها در گفتگو با طالبان خبر داده است. الماس زاهد رئیس کمیته صلح شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفت صدف که این شورا بعد از نشست های پیهم با طالبان به صلح در افغانستان امیدوار شده است. بله سمیر، آقای زاهد در گفتگویی که با افغانستان اینترنشنال داشته از ارائه جزئیات بیشتر درباره این گفتگوها با طالبان خودداری کرده، اما گفته که نتایج این مذاکرات تا 3 ماه آینده اعلام خواهد شد. صرف از کمیته صلح شورای عالی مقاومت بیان داشته که گفتگوها منجر به شکل گیری حکومتی خواهد شد که طالبان نیز جز آن خواهد بود. ما بسیار پیشرفت‌هایی داشتیم، هم با طالبان هم در بین صفوف خود مقاومتگرا. بله ما پیشرفت های خوبی داریم و هم با جامعه جهانی و دنیا و همسایه های ما کارهایی که بود خامکوک که در روان هستیم پیش میریم. ای که در کجا میرسیم که با برملا شد و جامعه جهانی و دنیا در ارتباط شد که فعلا هم ما با در مسائل صلح حداقل 1 ساعت و 25 دقیقه ما با سفیر امریکا صحبت داشتیم. همگی در این مسائل دخیل هستند. بله با طالبا هم چندین بار ما نشست و برخواست داشت. انشالله انقریب که به مدت 2 ماه یا 3 ماه دیگه ممکن که این برملا شود به سطح عام و به سطح جامعه جهانی. مرتبط به همین موضوع آقای حسین یاسا نویسنده و فعال سیاسی را از آلمان با خود داریم. آقای یاسا سلام به شما، بسیار تشکر از حضورتان. به برنامه اظهارات اخیر آقای زاهد به چی معناست که آیا واقعا مذاکرات تا اینجای کار پیش رفته؟ به نام خدا، اللهم صل و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خدمت شما عرض شود که اول خوب جناب آقای الماس زاهد را شما معرفی کردین به حیث رئیس کمیته صلح که بدون شک رئیس کمیته صلح شورای مقاومت شورای عالی مقاومت ملی هستند. منتها غیر از اونا اونها شخصیت از اونا اسم به مسما است، یعنی هم الماس هستند و هم زاهد هستند و یک شخصیتی بسیار برجسته سیاسی نه صرف از حوزه خود هستند بلکه کل افغانستان هستند اونا و اونها یک شخصیت خیراندیش هستند و همیشه طرفدار زی است که مسئله افغانستانی موزل فعلی افغانستان از راه سلامیز و بدون خونریزی حل شود. اونها یک گبی یک اصولی را مطرح کردن که او در طرح سیاسی شورای عالی مقاومت ملی هم آمده و اونها خارج از او کدام گب نزده. بله شورای عالی مقاومت متشکل از احزاب متعدد است که بالای 16 تا و در تحت عنوان همصدایی و همسویی هم خیلی جریانای دیگه است. جریانای مختلف با سطوح مختلف طالبان، نه رهبری، سطوح مختلف طالبان در تماس هستند که اونا طرفدار یک رای حل سلامیز است و طرفدار یک کتازی، طرفدار استبداد، طرفدار آقای یاسا. بله مردم مطمئنن میخواین بفهمن که این گفتگوها چی زمان آغاز شده و این گفتگوها در کدام سطح بوده، آیا با مقامات بلند رتبه طالبان هم گفتگو شده یا خیر؟
خدمت شما عرض کردم که با مقامات بلندپایه طالبان نبوده. البته یکی این گفتگوها هیچ وقتی گفتگوها هیچ وقت قطع نبوده و همیشه در جریان بوده و با سطوح مختلف طالبان و با مو شخصیت های طالبان که اونا طرفداری رای سلامیز، طرفداری کسرتگرایی، طرفداری بله. یک رای حلی که او مبنی بر ارزش های انسانی و دموکراتیک باشه. اما این بخش طالبان در تصمیم گیری ها در... بله آقای یاسا، این طالبان را که شورای مقاومت ملی امرایشان گفته بود تماس داره و یا در این مذاکرات شامل هستند، کسان هستند که در تصمیم گیری هم شامل باشند؟ در این رابطه به خاطر از اینکه یک مسئله مهم و امنیتی است، در این رابطه طبق هدایت شورای رهبری شورا چیزی صحبت نمیکنیم، به خاطر از اینکه ممکن است او شخصیت ها به مشکل امنیتی مواجه شوند. آقای زاهد، این حرف را هم گفتند که تا 3 ماه دیگه قرار است که نتیجه این مذاکرات و گفتگوها معلوم شود. آیا واقعا چنین است؟ تا 3 ماه دیگر خبرهای در راه خواهد بود؟ ببینین آقای زاهد یک اونام یک نه صرفی که یک رهبر سیاسی هستند بلکه یک تحلیلگر خوب سیاسی هم هستند. اونا یک حد زدن که احتمالاً تا 3 ماه دیگر باید معلوم شوایی، بدون شک تا 3 ماه دیگر طالبا باید موضعشان مشخص بکنه که آیا اونا طرفداری انحصارگرایی است، تفوق طلبی است و پشت و کشتار و اینمی برخوردی زشت و غیر انسانی در افغانستان است، یا اونا روی میارن و انتگره میشن در نظام بین المللی سیاسی. اگر این رقم نشد که طبیعی است برای اونا مشکلات بیشتر به وجود میاید. و آقای زاهدم بیرون از این کدام چیزی گپ نگفتن. بله، آیا کشورهایی هم در این مذاکرات و گفتگوهای میان شما و طالبان دخیل هستن یا خیر؟ ببینین رهبران مختلف شورای عالی مقاومت، جناب آقای زاهد رئیس کمیته صلح است، جناب آقای استاد حاجی محمد محقق اونا رئیس کمیته سیاسی است و دوستان دیگه هم است، اونا همیشه در تماس هستن، همیشه صحبت میکنه، طوری که جناب آقای زاهد هم در مصاحبهشان تذکر دادن که اونا یک ملاقاتی با سفیر امریکا هم داشتن. ای شورا، رهبرانی شورا یا مسئولین شورا همیشه ملاقات های متعددی با کشورهای مختلف و نهادهای معتبر بین المللی داره و یک چیز غیر متعارف نیست. خیلی ممنون هستم آقای یاسا از حضورتان به برنامه. فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز جهانی دختر از ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان انتقاد کرده است و گفته دختران در افغانستان به جای پیشرفت به عقب رانده می شوند. رضا تنبایوا تعهد کرده که به تلاشایش برای دستیابی به حقوق اساسی دختران افغان ادامه خواهد داد. او بار دیگر از طالبان خواستار برداشتن فوری محدودیت ها شده است. جزئیات بیشتر در گزارش حمید رشید. از روز جهانی دختر در حال بزرگ داشت می شود که دختران افغانستان از کار و آموزش هنوز هم محروم هستند. از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان بیش از 1120 روز می گذرد. تلاش های داخلی و بین المللی در 3 سال گذشته برای تغییر این وضعیت بی نتیجه بوده است. طالبان در حال دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند که دختران دوره ابتدایی توانایی هایشان را در اینجا در کابل با نوشتن کتاب و خلق آثار هنری به نمایش گذاشتند. یکی از هدفهایی که ما در این نمایشگاه شرکت کردیم نمایش به نمایش گذاشتن دستاوردهای دانش آموزای ما هست. همه محصولاتی که شما در داخل غرفه ما مشاهده میکنین همش دستاوردهای دانش آموزای ما هست. از کتابهای قصه ما گرفته که دانش آموزای صنف دوم صنف سوم ما نوشته کردند و بخش رسامی و تصاویر و نهار دانش آموزای صنفای چهارم پنجم و ششم به عهده داشتند. در گوشه نمایشگاهی که طالبان به نام ابو انیفه برگزار کرده اند، شمار دیگر از زنان و دختران محصولات و صنایع دستیشان را به نمایش گذاشتند تا به طالبان نشان بدهند که آنگونه که این گروه فکر می کند زنان ناتوان نیستند. هدف دیگر زنان از حضور در این نمایشگاه
جستجوی بازار و مشتری برای محصولاتشان است. یکی از دلایلی که ما اینجا اشتراک کردیم به خاطر ازی است که می کارهای دستیره که ما انجام میدیم، صنایع دستیره بتونیم از طریق در بازار به نمایش بگذاریم و مشتری بیشتر جذب کنیم. پیام ما به همه دختر خانمایی است که بیکار نشینن و غصه نخورن. خب بس هر تاریکی همیشه یک روشنی است و دست به کار شون، اقدام کنن. ما مطمئن هستیم در افغانستان هر دختری از خود یک مهارت و یک هنر حتما داره. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های دست و پاگیر را علیه زنان و دختران وضع کرده است. اخیراً اجرای دستورنامه امر به معروف این گروه با واکنش های گسترده کشورها و سازمان های مدافع حقوق بشر روبرو شده است. در حدی که شمار از کشورها خواستار کشاندن طالبان به دادگاه لاهه شدند و سازمان ملل هم آمادگی نشان داده که این رفتار طالبان با زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد. زینب بارکزی محصل را از کابل با خود داریم، از طریق تلفن هم روشان صحبت میکنیم. خانم بارکزی وقتتان بخیر. 1000 و البته بیش از 100 روز، 1100 روز میگذر از من آموزش دختران در داخل افغانستان و هنوز هم ادامه داره. چه حس میتواقن به دختران؟ سلام و درود خدمت شما و بینندگان شنوندگان ارجمندتان. راستش در مورد سوالتان اگر بخوایم خیلی کوتاه و خلاصه پاسخ بدم، اوایلش یعنی دقیقا 3 سال پیش وقتی که ما با چنین احکام و چنین عوامه روبرو شدیم، راستش پر از خشم و عصبانیت و نفرت بودم. ولی با گذشت زمان نه تنها نفرت بیشتر شد و همچنان اطرافیانم رو می‌دیدم، تمام دخترانی که هم سطح خودم بودن، هم سن سال خودم بودن، می‌دیدم که چگونه مثل خوره به جانشان افتاده بود این اوامر، این احکام چطور اونا ناامید کرده بود. و من شاهد هستم که به خاطر تصمیم طالبان اونا فعلا مجبور شدن که ازدواج کنن یا اینکه خانه نشین شون. و حتی ما شنیدیم کسی که 2 مورد ما داشتیم که خودکشی کردن. چقدر دخترها افسردگی گرفتن، هیچ وقت کسی با اینا اشاره نکرد. وقتی که در مورد صحبت کردیم، مردم خود ما، طالبان، یعنی همه گی ما را انکار کردن. درد ما را، غم ما را، رنج ما را، اندوه ما را انکار کردن. هیچ وقت باور ما نکردن. فکر میکردن که تحصیلات، فکر میکنم پیشرفت برای ما یک خواب و خیال بود. حالا اینا آرمان هایی هستن که از دست رفتن. اما خانم برگزای، چیزی را که طالبان میگن، حالا در دختران مکتب نمیره، حالا بحث محدودیت ها هم اگر جداگانه، اونا فضای دیگه ای را گفتن برای دختران مساعد ساختن، کنه میتونن پرستاری کنن، کورس انگلیسی را تعقیب کنن و یا هم شغل هایی را که ایجاد کردن که همش خیاطی و دستسوزی و موارد دیگه. اما واقعا این میتونه جای تحصیل و تخصص را بگیره که شما در یک رشته واقعا میرین تخصص خود را به دست میارین؟ به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. من شخصا خودم خبرنگاری میخواندم، کسی هستم که هیچ علاقه ای و رشته هایی که اینا اجازه میتن که ما تحصیل کنیم اصلا ندارم. و شما باور به خداوند کنین که من شاهد هستم چگونه نرسنگ و قابلگی از بس که در 3 سال خواندن و فارغ دادن، اصلا دیگه جایی نیست که اونا کار کنن. تمامشان فقط سند میگیرن و خانه میاین. شخصا کسی که نمیخواد مثل من بخونه نرسنگ یا بخونه قابلگی یا خیاطی، که اصلا در نظر من نمیره و نمیخوایم که بخونه، ما این چه کار میشه؟ باید با کی صحبت کنم؟ چقدر تاثیر داشته این وضعیت بر زندگی شخصی و زندگی داخلی دخترها و زنان افغان؟ واقعا من نمیفهم چی بگویم. خیلی بر من سخت است. واقعا احساس خواری و ذلت میکنم وقتی که بغض گلوی مرا میگیره. من براتون گفتم این یعنی هر از گاهی گریبان مرا میگیره یه عذاب وجدان، از اینکه من هر سال سنم بالاتر رفتم میره و نه تنها به چیزایی که میخواستم نرسیدم. یعنی باور کنیم که من حتی از طرف خانواده پارسال فکر کنم اگر اشتباه نکنم، وقتی اینا که حکم دادن که هیچ دختری نباید کورس بره و تقریبا فکر کنم برای 1 یا 2 هفته خب مختلف بود، متغیر بود در هر کورس، که کورس بسته کرده بودن، من فامیلم دیگه نموندن که برم. و حال مجبور هستم که در خانه با کلاس‌ها و صنف‌های بسیار گران قیمت که دیگه استادای خارجی درس میتن و با اونا پیش برم. من حتی از کورس رفتن هم نشدم فقط به خاطر طالبان. و اگر پیامتان بخوایم داشته باشیم بر جهان یا بر کی میخواین حداقل پیام داشته باشین؟
ببینید پیام من برای هیچ کجای مردم جهان نیست، برای هیچ کس، چون فقط نجات دهنده خود ما هستیم. من شاهد هستم در این 3 سال هیچ کسی دست دوستی، دست همکاری به من پیش نکرده و مطمئن هستم که مثل این 1000 خانه کابل، تمام ولایات، دخترانی هستند که باید خودشان روی پای خودشان اثبات شوند. درست است من درک میکنم که شرایط خیلی خراب است، نمیتونن بیرون برن درس بخونن، طالبان وجود دارن که اونا هر لحظه دست چینی میکنن به خاطر اینکه ما را محو کنن از صحنه. اونا باید بفهمن که دنیا کوچک و خلاصه شده روی تلفن‌هایشان، داخل تلفن‌هایشان، باید تحصیل بکنن و خودشان از این مرداب نجات بدن. بسیار تشکر میکنم از صحبتتان خانم زینب بارکزای، محصل در همچنان سپاسگزار هستیم از شما که بینید افغانستان تنشال هستید. حالا هم نگاه کوتاه داریم به چند خبر دیگر از افغانستان. غلام حسین فرمانده تاجیک تبار طالبان در ولسوالی چهاب ولایت تخار بار دیگر از سوی این گروه بازداشت شد. منابع محلی به افغانستان تناشل خبر دادند که این فرمانده طالبان روز چهارشنبه پس از بازداشت به ولایت قندوز منتقل شده است. غلام حسین حدود 3 ماه پیش نیز با 10 تن از افراد تحت امرش قلعه سلاح و بازداشت شد، اما پس از مدتی به این شرط آزاد شد که به زادگاهش برنگردد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که کار بازسازی خانقاه پدر مولانا در بلخ از سوی آژانس همکاری ترکیه به زودی آغاز می شود. در خبرنامه این وزارت آمده است که رئیس آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در دیدار با مقام های این گروه گفته کار بررسی، بازسازی و مرمت مدرسه و خانقاه پدر مولانا به زودی آغاز خواهد شد. پلیس طالبان یک نفر را به تهم تجاوز جنسی و قتل یک کودک در ولسوالی انجیل ولایت هرات بازداشت کرده است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته این فرد ابتدا یک دختر خردسال را رو بوده و پس از تجاوز جنسی او را به شکل فجیع به قتل رسانده است. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون‌ها اعلام کرده است که جرگه بزرگ خیبر پشتون‌ها به تعویق افتاده است، اما آمادگی‌ها به سرعت جریان دارد که به زودی آغاز می‌شود. پشتین با نشر یک ویدیویی گفته که در برابر نمایش افشای مستندات ظلم و ستم صورت گرفته بر مردم مشکلات ایجاد می‌شود. جرگه لگ شروع کردن یه لگ لیرش پر خوست تقریبا قصر انتظامات سیټ کیږي د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسیدلی دي، د بیلابیلو سیمو مشران رسیدلی دي، څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي، خو بیا هم چې څوک را رسیدلی دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی د واپسې کوشش ونه کړي، دا به شروع کیږي انشاءالله. لږ تکلیف په خیر دی، لږ انتظار دی، خیر دی، دا به موږ په ځان موږ او تاسو تیر کړو، خو چې د خپل ملت، د خپل قام، د خپل وطن، د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسیږو. بیا هم زه په دې لیټ کېدلو باندې چې عوامل یې بیخي تاسو ټولو ته معلوم دي بخښنه غواړو، او دغه خواست کوو چې خلک ته چې څوک را روان دي هغه دې را رسیږي، او چې څوک را رسیدلی دي دلته اوس انتظامات لګیا دي. مرتبط به همین موضوع جزئیات بیشتر میگیریم از همکارمان رفعت الله اوروگزی که از پشاور با ما همراه شده. رفعت الله، در مورد امروز برمان بگو که چرا جرگه کار خود را آغاز نکرد، چی اتفاق افتاد؟ بله ګوره، دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې دا کومه 3 ورځې جرګه دی، په دې کې چې دو کم یو شیډول ورکړی او چې دا 3 ورځې به مونږ کم یو مطلب کار کوو، نو په هغه کې چې کم پیل ورځ باندې دو کم ایجنډا وه، هغه ایجنډا چې دی ما په خیال باندې هغه وځنډول شوه. هغه منظور پښتین په خپل دا ویډیو کې هم وایي چې مطلب دا لکه بعض داسې مشکلات راغلو چې کومه ورځ باندې مونږ پیله کومه ایجنډا کوله، هغه مطلب هغه په وخت باندې تیار نه شو. دو پیله ورځ دا خبره کړې وای چې مونږ پیله ورځ باندې یو ډاکومنټری پیش کوو، په هغه ډاکومنټری کې مطلب یو سکرین به لګوو ټول جرګې خلکو ته، هغه به مونږ ورلخوو چې کوم په دا 13 کالو کې پښتون وطن کې چې کومه ترهګري وجنه چې کوم خلک مطلب لکه سخت مشکل کې مشکلات ورته راغلي دي، مړ شوي دي، کورونه تباه شوي دي، کاروبارونه تباه شوي، دا ټول سیزن مونږ ورله پیل ورځ خیو. خو چونکه دا دو باندې لکه ډېر زیات دا یا 2 ورځو نه مطلب ډېر مشکلاتو کې حکومت چې دی ولا اجازه نه ورکولو، دا تقریبا یو هفتونه پولیس راتلو، مطلب لکه دا انسوګي سي ټي ار ګي بي وروشته، او مطلب 4 کسان هم پکې شهیدان شو. نو ځکه چې دی دو ته مکمل نه شو چې هغه تیاریاں نکړي وي، نو دا بیا اچانک چې دی لکه پرونه حکومت اجازه ورکو چې جرګه دی وکي، نو بیا ټایم کم وو،
زکه نن بیا ډیر زیات خلکو مطلب ډیر غن کشمیر کې چې دې مطلب لکه خلک زتلې و ما مال توکتونو په دې وخت کې چې دې هغه دو چې کم مطلب لکه پهل ورځ ولای جندا واغه مطلب تر سره نشوا اوس اطلاع دا دی چې دو سبا مطلب لکه دا چې کم دا سکرین دې دا دو سبا لګی نو مطلب دا چې لکه نن خو دو دا ویلیو چې تقریبا موږ به اتیا کیمپونه لګو اتیا کیمپونه مختلف ولسونو کیمپونه بلګو الته به مطلب د غوی بیا به یو مین حال جوړو په هغه کې به دا ټول چې دي دا سکرین کې به مطلب لګو بیا به داخل کو تخی نو لکه اوس پہلا ورځ چې کوم مطلب ایجنډا وا هغه چې دی لګا د غشوا هغه کې مطلب هغه وزن ډول شو حالا در مورد ازی که چی تعداد آدم ها در برنامه امروز شرکت کرده بودن برای ما بگو و این که در سراسر پاکستان واکنش ها به برگزاری این جرگه سه روزه چیگونه است؟ بله گوره پاکستان خود دستی دی چه حکومت پاکستان خود تقریبا سلور پینزو رزی مخی چه دی پی تی ام یا پشتون جوران غرزنگ چه دی پا دی بانده بندزونه لگولیو دا مطلب دا یو کالدم تنظیم جوړ کرده ہو لکه دا ہوئے چه دا ترهگر حکم تنظیم دی پاغه کې چولې او انتها پسند دلته پاکستان کې تقریبا اتیا نوی د تنظیمونو دي چې هغه دو حکومت په بندیز لګولې دي نو بیا چې دی لکه دو بیا پولیس په اکشن وکړو مطلب لکه دا چې دی ټینټونه ولا وسولو د په دا فایرنګ وشو د کی دا دزي وشو په دزي کې سلور کسان چې دی مطلب هغه شنو بیا لکه پرون پورې خو چې دی دا تنظیم چې دی یو دی باندې بندیز لګولې وو بیا پرون دسی کارو شو چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې دی یو د ټولو سیاسي ګوندونو یو جرګه وغوښته او په هغه جرګه کې چې دی د داخله وزیر چې دی محسن نقوی هم مطلب لکه ګډون وکړو او بیا په هغه جرګه کې ټول سیاسي ګوندونو وزیر اعلی ته دا اختیار ورکو چې ته مطلب لکه پی ټی ایم سره منظور پښتین سره چې دی ته مذاکرات وکړه نو هغه بس په هغه کې بیا دا چې دا سیاسي ګوندونو دا پر مطالبه هم وکړه چې منظور پښتین د تا چې دی نه دغه ته چې دی لکه دوتا جرګې اجازه ورکړي شنو حکومت بیا جرګه چې دی هغه اجازه ورکو نو اوس مطلب دی لکه دا د حکومت په دسی وای چې دا هغه په دغه کې کیږي سربراهي کې کیږي نو مطلب لکه اوس هیڅ کوم مشکل فلال چې دی غانشته نن وزیر اعلی ور لته او گورنر تله او بقاعده او دریم ورځ باندې چې کله جرګه ختميږي نو بیا باندې چې دی لکه گورنر وزیر اعلی چې دی راځي جرګې ته خیلی ممنون استم رفعت الله که این جزئیات را با ما بیننده در میان گذاشتیم. و در ادامه جرگه بزرگ پشتون ها در منطقه خیبر امروز در حالی که به تعویق افتاد اما حضور زنان و دختران در این نشست سنتی قابل توجه بود. جزئیات بیشتر از رضا محمدی. این گزیده همه اعتراض هایی است که به جرگه بزرگ پشتون ها انجامیده. درخواست عدالت برای مردمی که سالهاست انکار شدند. جمعیت‌های قومی بزرگی که در سیستم دولت فدرال پاکستان فرهنگ، زبان و هویتشان ندیده گرفته شدند. اما به جای رسیدگی به این دایه‌ها هر روز به ابعاد رنج مردم افزوده شدند. پختون وطن د تباهی د بربادی سر مخ دی اتیا زرن از یاتی وینه توی شویدی پزرگون خلق ورکتای منظور پشتین تبلور این تحول و خاص نسلی تازه بود که از قربانی شدن پشتونها به عنوان چوب سوخت سیاست و استخبارات به فغان آمده بودند دیگی وطن سه مخصوص دخپل و مفادات و جنگ نو داده دالر و جنگ و ماجرا از کشته شدن این شاعر شروع شد. جرگه عدالت قومی پشتون در منطقه خیبر. خیمه های برپا شده برای جرگه بارها توسط نهادهای امنیتی پاکستان برچیده شده یا آتش زده شده اند. کمونگو گروه حکومت داس جرگه چی کم پیسفل ابجکتیو و چی کم که دا و چی مونگ پا پختنه سیما که چی کم ستون زیدی پا اغ دا پاره به حل راه کو اغ جرگه تیویلو چی دا دهشت گردید و یاد حکومت پاکستان جنبش تحفظ پشتون را غیر قانونی اعلام کرد و اعضایش بازداشت شدند. درست در زمانی که تحریک انصاف که از همین زمینه برخواسته بود سرکوب شد. گروه های تندرو نظامی سیطرشان را گسترش داده بودند و در بلوچستان جنبش مهرنگ بلوچ تیتر جهانی شده بود. همه این گروه ها با فراخوان منظور
همراه شدند. و پختنو تاسو خود تاریخ ده پختنو که نوی خبر خود جرگی در روایتون خو خبر یایی. درد پشتون ها و بلوچ ها همانند است. ناپدید سازی نخبگان. آنها مدعیان بیش از 60,000 جوان سرگم شدند. جوانانی که در قلب مادران و خواهرانشان زندند. برای همین در روز نخست جرگه حضور پررنگ زنان و دختران اتفاقی تازه بود. غونډه یا داسې جرګه کې چې اخ کې د سټیټ هغه ظلم چې په موږ خلکو باندې کړی هغه ته خلکو ته وخاوي او خاص کر پورا دنیا ته وخاوي. در سه روز جرګه هر تصمیمی گرفته شود تاریخ در پاکستان وارد فصلی تازه شده است. رضا محمدی، لندن. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان تنشل هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. ما بسیار پیشرفتایی داشتیم هم با طالبا هم در بین صفوف خود مقاومتگرا. بله. گفتگوی شورای مقاومت با طالبان الماس زاهد از پیشرفتها در مذاکرات خبر داد. جرگه لگ شروع کدل یه لگ لیرد شور خوز تقریبا غصر انتظامات سیت کیگی. جرگه بزرگ پشتونها در خیبر پختونخوا برنامه روز اول جرگه به تعویق افتاد. دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه، پوتین و پزشکیان در اشقابات درباره همکاری میان دو کشور گفتگو کردند. و در پی حمله اسرائیل به مقر نیروهای حافظ صلح در لبنان، ایتالیا و فرانسه سفرای اسرائیل را فراخواندند. وزیر دفاع ایتالیا درباره ادامه این حمله ها هشدار داد. و در ادامه خبرها، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به بازداشت نصیر احمد توحیدی گفته است که نگرانی‌ها در مورد تهدید داعش و حامیان این گروه علیه امنیت ملی ایالات متحده آمریکا جدی‌تر می‌شود. بله، صدف مارگرین همچنین از اداره جو بایدن خواست در مورد بررسی امنیتی پناهجویان توضیح بده و گزارش از همکارمان سمسا مسیرت در این مورد می‌بینیم. نگرانی از گسترش تهدید به امنیت ملی آمریکا. و دنبال بازداشت نصیر احمد توحیدی به اتهام همدستی با داعش و برنامه ریزی حمله تروریستی در آمریکا، مارک گرین، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان این کشور، از اداره جو بایدن خواهان توضیح شد. گرین گفته بازداشت های اخیر نگرانی های جدی درباره تهدید مداوم داعش و حامیانش به امنیت ملی آمریکا و ضعف اداره بایدن در بررسی امنیتی پناهجویان را افزایش می دهد. نامه مارک گرین به رئیس پلیس فدرال و وزیر امنیت داخلی آمریکا به دیلی میل رسیده که در آن در مورد مظنونان و متهمان تروریسم که توانستند وارد آمریکا شوند توضیح خواسته شده. گرین حکومت بایدن را به کوتاهی در جلوگیری از ورود توریست ها به آمریکا متهم کرده. نصیر احمد توحیدی شهروند افغانستان 3 سال پیش وارد آمریکا شد. بر بنیاد گزارش NBC نیوز، توحیدی به عنوان نگهبان امنیتی با سازمان استخبارات آمریکا در افغانستان کار می‌کرد. گزارش شده که توحیدی در همکاری با خسر برش حمله توریستی در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برنامه ریزی میکرد و قصد داشت با نام داعش این حمله را انجام دهد. بر بنیاد معلومات اولیه، توحیدی میخواست مردم عادی را هدف شلیک قرار دهد. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته توحیدی پس از ورود به آمریکا به گروه های افراطی گرایش پیدا کرده. و دنبال بازداشت توحیدی، واکنش های جدی به سیاست های مهاجرتی اداره جو بایدن، کنترل مرزها و چگونگی بررسی امنیتی مهاجران افغانستان برانگیخته شده. متاسفانه این اقدام تاثیر منفی فراوان بر پرونده های مهاجرتی و وطنداران ما در حال خواهد گذاشت که تعداد بسیاری از وطنداران ما هم در داخل کشور هم در کشورهای سوم پنهانی زندگی میکنن و منتظر اتمام پرونده مهاجرتیشان هستند تا بیرون شوند. بر اساس ارقام وزارت خارجه آمریکا، در 3 سال گذشته بیش از 160 هزار مهاجر افغانستان در ایالات متحده اسکان داده شده. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان همتای ایرانیش امروز در حاشیه اجلاس صلح و توسعه در اشقابات پایتخت ترکمنستان دیدار کردند. هر دو رئیس جمهور درباره اوضاع منطقه به ویژه جنگ جاری در خاورمیانه گفتگو و تبادل نظر کردند. ولادیمیر پوتین در این دیدار روابط بین روسیه و جمهوری اسلامی را نزدیک خواند. پزشکیان نیز با اشاره به موازی نزدیک ایران و روسیه بر حمایت و همکاری متقابل تاکید کرد. همون جوری که فرمودید ما ارتباط با کشور شما صمیمانه و ارتباط راهبردی است. هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اجتماعی ارتباطات روز به روز داره تقویت میشه و قوی تر میشه. این روند با اراده‌ای که در رهبر عزیز انقلاب وجود داره و باوری که ما داریم اصولا باید خیلی سریعتر، قویتر و محکمتر خودش رو پیدا بکنه و شکل بگیره. ما برای همه فرصت‌های خوبی هستیم. میتونیم به هم دیگه کمک کنیم از هر نظر و نگاه‌ها و موضع‌گیری‌های ما در دنیا خیلی به هم دیگه نزدیک‌تر از دیگران هست. انشالله حتما در بریکس شرکت خواهیم کرد و اون معاهداتی که با هم نوشته شده رو اونجا نهایی بکنیم و بتونیم با هم دیگه اون سند راهبردی رو هم امضا کنیم. به هر حال اوضاع در منطقه بسیار بحرانیه و کشورهای اروپایی و آمریکایی دلشون نمیخواد منطقه آرام باشه تا بتونیم این ارتباطات رو در بستر آرامی با همدیگه ادامه بدیم. با مریم رحمتی همکارمان در نیویورک همراه میشیم. مریم، جزئیات این دیدار و گفتگو را خودت بر ما بیشتر بگو. سمیرا، این دیدار در پس زمینه روابط نظامی نزدیک میان ایران و ارتش روسیه طی سالهای اخیر برگزار میشه و به همین منظور هم بسیار مهم هست و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین پس از برگزاری این جلسه گفته که دیدگاه بسیار نزدیکی با همتای ایرانی خودش یعنی مسعود پزشکیان داره. این دو رهبر تحریم شده در حالی اولین دیدار دوستانه خودشان را برگزار کردن که خاورمیانه در انتظار واکنش اسرائیل به بزرگترین حمله موشکی ایران در هفته گذشته هست. این دیدار در حالی برگزار میشه که اجلاس منطقه‌ای در اشقابات پایتخت کشور آسیای مرکزی ترکمنستان برگزار شد که ایران همزمان هزاران پهباد تهاجمی شاهد را به روسیه تحویل داده و بنا به گفته مقامات آمریکایی یک کارخانه تولید پهباد را هم در روسیه ساخته که واکنش های زیادی را در هفته های گذشته ما شاهد بودیم. ایران همچنین اخیراً موشک های بالستیک کوتاه بردی را به روسیه منتقل کرده که در جنگ علیه اوکراین استفاده بشه و به همین دلیل دیدار پوتین و پزشکیان در رسانه های آمریکا هم بازتاب زیادی داشته. مریم، میخوام از این واکنش ها هم برمان بگویی و دلیزی که این دیدار واقعا مهم بوده، بخصوص با توجه به وضعیتی که در خاورمیانه جریان داره. دقیقا همینطور هست. رسانه های جریان اصلی اینجا در آمریکا از نزدیکی روابط تهران و مسکو می نویسند و می گویند که چقدر در این برهه زمانی این روابط مخصوصا روابط نظامی بسیار مهم هست، مخصوصا برای کشورهای غربی که کشورهای ایران و روسیه را تحت تحریم های خودشان را دارند، ایران را به خاطر حمایت از گروه های نیابتی در منطقه که مسئول ناامنی ها و برهمزنی ها در منطقه خاورمیانه هستند و مسکو هم به دلیل تجاوز نظامی به اوکراین و به همین دلیل هست که هر زمانی جلساتی بین مقامات ایرانی و روسی برگزار میشه کشورهای غربی به نزدیک این جلسات را از نزدیک دنبال میکنن. CNN در گزارشی نوشته که ارسال موشک های بالستیک به روسیه از سوی ایران نشانه تشدید قابل توجه حمایت از ایران از مسکو هست و همچنین می نویسن که از زمان جنگ اوکراین ایران و روسیه از نظر نیاز به همدیگر بسیار مشابه هستند و بر یکدیگر تکیه می کنند به خاطر مسائل خاصی مانند اینکه چطور بتوانند از تحریم های کشورهای اروپایی فرار بکنند، تحریم هایی که هر دو کشور با او در حال حاضر مواجه هستند و روسیه به
ایران یاد میده که چطور این تحریم های آمریکا را دور بزنه، تحریم های کشورهای غربی را، و همچنین جمهوری اسلامی ایران هم به روسیه کمک میکنه. از طرفی هم گزارش های وجود داره مبنی بر اینکه چطور روسیه کمک میکنه در برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا حالا که کشورها نگران هستند که جمهوری اسلامی ایران میتونه به زودی به یک بمب هسته ای دست پیدا بکنه. درست. مریم رحمتی همکارمان در نیویورک، تشکر. در پی هدف قرار گرفتن پایگاه نیروهای حافظ صلح ایتالیا در لبنان، وزیر دفاع این کشور سفیر اسرائیل در روم را فراخواند. فرانسه هم سفیر اسرائیل را در همین رابطه فراخوانده است. وزیر دفاع ایتالیا خطاب به اسرائیل گفته که اگر این حملات تکرار شوند به آن پاسخ خواهند داد. بر اساس گزارش منابع اطلاعات نظامی لبنان، ارتش اسرائیل دیروز و امروز به یکی از پایگاه‌های نیروهای ایتالیایی در امتداد خط مرزی با لبنان شلیک کرده است. در نتیجه این حمله دو نیروی حافظ صلح به شدت مجروح شدند و مقر این نیروها به شدت آسیب دیده است. حمله موشکی ایران به اسرائیل هرچند کشنده و تخریبی نبود، اما قابلیت این کشور را در حمله از راه دور به نمایش گذاشت. اسرائیل میگوید پاسخ ایران را خواهد داد، اما اینکه چگونه معلوم نیست. با این حال در اوج تنش میان این دو کشور، این سوال ها مطرح می شوند که کدام کشور قدرتمندتر است. زلمه یاشنا در گزارش توان نظامی این دو کشور را مقایسه کرده است. بر اساس معلومات مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، ایران 320 هواپیمای جنگنده دارد، شامل F4، F5 و F14، با عمر 63 ساله. معلوم نیست چی تعداد این هواپیماهای قدیمی فعلا قدرت پرواز دارند. در مقابل، اسرائیل 340 هواپیمای نظامی آماده دارد، از جمله جنگنده های F15 با قابلیت انجام حملات دوربرد و جت های رادارگریز، F-35 و بالگردهای با تهاجم سری. گنبد آهنین یا سیستم دفاع موشکی اسرائیل که توان رهگیری راکت ها و گلوله ها در فاصله 4 تا 70 کیلومتری دارد، پس از شلیک 2500 راکت از سوی حماس در اکتبر سال گذشته و حمله ایران با صدها موشک بالستیک در اکتبر این سال، گنبد آهنین روی زبان ها افتاد به عنوان مهمترین سپر دفاعی اسرائیل. این موشک با این کوچیکی بردش میشه 1800. ایران اما بزرگترین و متنوعترین برنامه موشکی را در خاورمیانه در اختیار دارد. جنرال کنت مکنزی، فرمانده سابق ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، در سال 2022 گفته بود که ایران بیش از 3000 موشک بالستیک دارد. این کشور موشک ها و پهبات های کوتاه برد و دور برد مختلف نیز ساخته است. ایران 220 کشتی با تجهیزات قدیمی در اختیار دارد، در حالی که نیروی دریایی اسرائیل مجهز به 60 کشتی است. کارشناسان سیستم دفاعی ایران را نسبت به اسرائیل ضعیف‌تر می‌دانند. گزارش‌های از خریدن سامانه دفاعی S-300 روسی توسط ایران قبلا منتشر شده بود و گزارش‌های تایید ناشده از خرید سامانه S-400 روسی در روزهای گذشته نیز نشر شده است. اسرائیل از معدود کشورهایی است که تسلیحات هسته‌ای در اختیار دارد، اما ایران به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی ندارد. وبسایت گلوبال فایر پاور که یک وبسایت معتبر در حوزه نظامی است، ارتش ایران را با داشتن 1,104,000 پرسنل فعال و ذخیره در رده 14 و ارتش اسرائیل را با داشتن 670,000 پرسنل فعال و ذخیره در مرتبه 17 قرار داده است. زلمه یاشنا، لندن. سپاسگزار هستم که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. چند خبر کوتاه از جهان. نتایج یک گزارش تحقیقی رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ترکیه از پول کمکی اتحادیه اروپا برای اخراج مهاجران افغان و سوری استفاده می‌کند. نشریه پولیتیکو و 8 رسانه دیگر این گزارش را به گونه مشترک تهیه کردند. بر اساس این گزارش، از کمک 11 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا که برای بهتر کردن شرایط زندگی پناهجویان در ترکیه داده شده، برای بازداشت و اخراج پناهجویان بدون در نظر داشت قوانین بین‌المللی استفاده می‌شود. بررسی اولیه سرویس ملی هواشناسی آمریکا نشان می‌دهد که توفند ملتون باعث به وجود آمدن یک گردباد فوق‌العاده قوی
در فلوریدا شده است. به گفته سرویس هواشناسی در نظرسنجی چند روزه مشاهده می شود که خسارات و آسیب های این طوفان ممکن است افزایش یابد. گفته می شود میلتون باعث بی سابقه ترین هشدارهای گردباد در سراسر این ایالت شده است. شرکت تسلا از روباتاکسی یا تاکسی های خودرانش رونمایی کرد. ایلن ماسک مدیر عامل تسلا گفته که این موترهای خودران به جای سخت افزار رایج در میان رقبای روباتاکسی به هوش مصنوعی و دوربین ها متکی خواهند بود. روی کرده که سرمایه گذاران و تحلیلگران آن را چالش برانگیز می خوانند. و با اجرای قانون جدید در سویدن، ساکنان استکهلم به بازیافت زباله‌های مواد غذایی خود متعهد شدند. این اقدام منجر به افزایش 20% جمع‌آوری پسمانده‌های غذایی شده است. دقیقاً صرف این گزارش بسیار جالب است. شرکت‌های بازیافت این زباله‌ها را به بیوگاز و کود تبدیل می‌کنند که در حمل و نقل عمومی استفاده خواهد شد. همکار ما مهران عباسیان گزارش تهیه کرده، می‌بینیم. افزایش بازیافت زباله‌های مواد غذایی در استکهلم با قانون جدید. با اجرای قانون جدیدی در سوئد، تمامی شهروندان این کشور موظف به بازیافت زباله‌های مواد غذایی خود شدند. این قانون از ابتدای سال جاری اجرایی شده و موجب تغییراتی در استکهلم شده است. شهروندانی مانند فابیان با دقت بیشتری پوست سیب زمینی و سایر ضایعات غذایی خود را بازیافت می‌کنند. فکر میکنم این اقدام برای مسئول نگه داشتن مردم در قبال غذایی که دور میریزن ایده خوبیه. همچنین اگر قانونی در این زمینه وضع بشه، میتواند مردم را ترغیب کند تا در مورد میزان غذای مصرفیشون با دقت بیشتری فکر کنند. بنابراین به نظرم این کار بسیار مفیدیست. یکی از دو شرکت مسئول بازیافت زباله های مواد غذایی در استکهلم گزارش داده که در 3 ماه اول سال جاری میزان زباله‌های غذایی جمع‌آوری شده تقریباً 20% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته. اگر در مورد ضایعات مواد غذایی در اینجا صحبت می‌کنیم، حدود 30% است. بنابراین همچنان درصد بالایی حساب می‌شود. این شرکت زباله‌های غذایی را به بیوگاز و کود تبدیل می‌کند و سوخت زیستی تولید شده به اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در منطقه استکهلم و همچنین به کشورهای دیگر صادر می‌شود. سوخت زیستی فشرده به پمپ بنزین کوچک ما که دقیقاً پشت سر منه ارسال میشه. همه کامیون‌هایی که هر روز زباله‌های غذایی رو به ما تحویل میدن در اینجا سوختگیری می‌کنن. بخش زیادی از این گاز فشرده نیز به سایر پمپ بنزین‌های محلی در منطقه سکون فرستاده میشه. با وجود پیشرفت‌ها، حدود 35% از ضایعات غذایی در استکهلم همچنان بدون بازیافت هدر می‌رود. به گزارش استکهلم واتن، هر سوئدی سالانه حدود 120 کیلوگرم ضایعات غذایی تولید می‌کند. مشکلاتی مانند نبود امکانات مناسب در ساختمان‌های قدیمی و نقش پررنگ رستوران‌ها در تولید زباله‌های غذایی از موانع اصلی بازیافت کامل ضایعات غذایی هستند. مهران عباسیان، سکول. و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاسگزار هستم که تا این دم با من و سمیرا همراه بودین. برنامه‌های خبری افغانستان اینترنشنال همچنان ادامه دارد. تشکر صدف، خسته نباشی. و تا چند دقیقه دیگر برنامه تحلیل پشتو اسپرن ما آغاز میشه که ارتباط داره، البته اختصاص داره به برنامه جرگه پشتوناک یک روز به تعویق افتاده. همچنان تازه‌ترین خبرها را از افغانستان اینترنشنال دنبال کنید. وقت بخیر.